بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الصلاة والسلام على سيدنا حبيب اله العالمين، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما بقية الله حجة ابن الحسن المهدي، روحي وأرواح العالمين له الفداء. السلام عليك یا فاطمه الزهراء سیدت نساء العالمین. مجلس به نام و میمنت و برکت صدیقه کبری برگزار شده، بسیار مجلس خوب معنوی و خوش آمد میگیم به همه دوستان فاطمه، محبین فاطمه در این مجلس که در منزل یکی از فرزندان فاطمه به یاد فاطمه برگزار شده. همه شما خوش آمدید، خدا از همه شما قبول کنه، قدمهای شما رو بپذیره و انشاءالله جایی که بهش احتیاج داریم، جایی که بهش احتیاج داریم پاسخ ما رو بده انشاءالله. خب مجلس هم مزین، بزرگان تشریف دارن، عزیزانی که همه عاشق حضرت زهرا هستن تشریف دارن، مهمانهای ویژه هم داریم، حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای صفار که از علمای بزرگ شیعیان عربستان هستن تشریف دارن در مجلس ما، حضرت حجت الاسلام حاج آقای عطار که از بزرگان و خوبان و دوستان قدیمی ما هستن تشریف دارن در مجلس، حاج علی نجف هم که چقدر زیبا برامون گفت و زیبا برامون خوند. انشالله ما حاجی میگیم که حاجی بشه. بله انشالله. و تک تک عزیزانی که من نگاه میکنم، به چقدر با صفا، چقدر نورانی، چقدر مجلس با شکوه. خیلی اینجور مجالس خوبه تو خونه ها، منازل، حالا غیر از مجالسی که تو مساجد و مراکز هست، اینها اون جای خودش، اما سنت خوبیه و چند سالیه که الحمدلله تو این منطقه هم داره کم کم شروع میشه. خب ده زیادی امکاناتش ندارن، انصافا مشکله، نمیتونن، آرزو داره، دوست داره، ولی نمیتونه، امکاناتش نیست، منزلش کوچیکه. اولا از خدا بخواید، چه اشکال داره بگید خدایا من دوست دارم برای حضرت زهرا جلسه بگیرم، دوست دارم برای اربعین، برای امام حسین مجلس بگیرم، خودت فراهم کن، دوست دارم. حد اقلش اینه که برفرض درست هم نشه، این دوست داشتن شما قبول میشه. بخوای، از خدا بخوای. دوم این که علاوه بر اینکه اینجور مجالس یه سری خب برکاتی داره، یک سری نکات مثبتی داره، از نظر تربیتی، از نظر خانوادگی، منزل، خود این جمع شدن دوستان در یک مکان خیلی ارزشمنده. علاوه بر همه اینها که اون چیزی که مهمتر از همه است اینه که اهل بیت دوست دارند این مجالس و پیام فرستادن مرتب. ما این پیام رو از زهرا سلام الله علیها داریم، از امیرالمومنین داریم، از امام صادق داریم، از ائمه داریم که ما دوست داریم مجالس شما رو که تو منازل جمع میشید دور هم و یاد اهل بیت هستید، احیا میکنید ذکر ما رو، نام ما رو. خب چون دوست دارن عنایت هم میکنن، درسته؟ قطعاً چون دوست دارن این مجالس رو عنایت میکنن. خب شما وقتی برای مادر یه شخصی مجلس بگیرید، عرف، ادب چی اقتضا میکنه که فرزندش چیکار بکنه؟ تقدیر بکنه از شما، دستتون درد نکنه، شما برای مادر من جمع شدید، عزاداری میکنید،
حالا این توقع توقع بیجاییست، توقع زیادیست که ما از حضرت مهدی داشته باشیم که آقا جان به هر حال اینا به نام شما اومدن، به نام مادر شما اومدن، عنایتی لطفی و قطعا هم عنایت میشه، باور کنید عنایت میشه. ولذا من میخوام بگم فقط این دقایقی که اینجا میشینیم ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. انشالله که خداوند قبول کنه و همه ما توفیق بده بتونیم بهترین استفاده ها رو ببریم. حالا برای اینکه حضرت مهدی رو هم سلام الله علیه رو هم دعوت کنیم مجلسمون و انشالله در کنار ما هم باشن، برای دعوتشون یه صلواتی بفرستیم. در این فرصت کوتاه که به هر حال نباید خیلی مباحث طولانی بشه، مباحث عمیق علمی هم خیلی شاید جا نداشته باشه و البته آیا علی آقای گل ما حاج علی بحث سنگینی رو مطرح کرد، هی پیش خودم گفتم خدا کنه بتونه قشنگ جمعش کنه، چون گاهی شبه مطرح کردن و مسئله مطرح کردن آسونه، اما جمع و جور کردنش و خب مثلا این بحثی که ایشون مطرح کرد حداقل 3 ساعت 4 ساعت 3 جلسه مفصل میخواد که مثلا جوونا بچهای ما این سوال براشون مطرحه، جایگاه شر چیه، چرا شر وجود داره، چرا این هست، پاسخش چیه، همه اینام جواب داره، جوابای علمی فلسفی عقلانی. آیا میشه مثلا تو 10 دقیقه تو 7 8 دقیقه جمع و جورش کرد؟ خب الحمدلله سوالای خوبی زد و یه مقداری جمع و جور شد، ولی اینجور مباحث ان شاء الله باید مباحث علمی و عقلی و منطقی در جای خودش باید مطرح بشه. اتفاقا بحثم که خود من مطرح کنم یه مقداری سنگین هست، ولی خب چون بحث روزه و باید بدونیم، از این جهت یه چند دقیقه این صحبت رو میکنیم با هم دیگه و امیدوارم انشالله بتونیم یک استفاده ببریم از این مجلس. سوال اینه، دو تا سوال خیلی مطرح میشه و معمولا ایام که پیش میاد، ایام فاطمیه، این سوال دوباره رو میشه. یک، آیا توسل شرکه؟ آیا گفتن یا فاطمه یا زهرا یا علی یا حسین شرکه؟ مشرکی ما؟ شاید برای خیلی از شما ما همه حل شده باشه، ولی به هر حال تو ذهن این جوانهای عزیز ما هست، دوستش، رفیقش، حالا یا اهل سنت یا شیعه است، این سوال میکنه، میگه شرک، توسل پیدا کنی شرک. یه سواله که یه مقدارش بپردازیم خوبه. سوال دوم مسئله شفاعته. شفاعت یعنی چی؟ شفاعت یعنی کاری بکنیم که ما هر که دلت خواست بکنی، بعدن یا علی بگو قضیه تمام میشه، یا حسین قضیه خلاص. شفاعت دو تا مسئله است، یکی توسل یکی شفاعت. انشالله امروز به خواست خدا در همین چند دقیقه بحث توسل چند دقیقه باش میپردازیم و فردا ظهر هم چون مجلسی هست در منزل آقای نه، حالا همه دعوت هستن یا نه من کار ندارم، من خودمو میگم، اونجا بحثی که مطرح میکنم بحث شفاعت انشاءالله. خب توسل